اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. وعلى اهل بيته الاطيبين الانجبين سيما بقيه الله في الارضين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. ان شاء الله كهميشه تحت توجهات ولي عصر والزمان حضرت حجت ابن الحسن العسكري ارواحنا له الفداء قرار داشته باشید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع ما عاشورا، ریشه ها و انگیزه هاست. مطالبی را تا به حال بیان کردیم که بخش اول درباره ریشه هاست. چرا حادثه عاشورای سال 61 هجری رخ داد؟ چرا اون مصیبت عظما به وقوع پیوست؟ خب اینا همه بعد ریشه یابی گردد، بعد تاریخ مو به مو بررسی شود، حتی تاریخ قبل از عاشورا، قبل از ولادت پیامبر و قبل از اسلام، که در بخش اول و ریشه اولی که ما بررسی کردیم فهمیدیم و دانستیم و متوجه شدیم که مسئله دشمنی بنی امیه با بنی هاشم یک دشمنی دیرینه بوده، به قبل از اسلام برمیگشته است. آبا و اجداد بنی امیه با آبا و اجداد امام حسین صلوات الله و سلامه علیه دشمنی داشتن، کینه داشتن، به خاطر اون مقام و منزلت و ویژگی هایی که در بنی هاشم وجود داشته. حال وقتی که آمدیم باز تحقیق کردیم که ریشه دیگری چه میتواند باشد، ریشه دیگر اون شکست هایی است که بنی امیه در مقابل اسلام خوردن. خب دیشب عرض کردم همین که اسلام ظهور کرد، پیغمبر مبعوث به رسالت شد، شروع کرد به تبلیغ اسلام، مشرکین صف بستن، در اول صف بنی امیه قرار گرفتن، چون اسلام با منافع بنی امیه سازگاری نداشت و جنگ ها را بنی امیه بزرگشان ابو سفیان رهبری می کرد، به غیر از جنگ بدر که در جنگ بدر بنی امیه حضور داشتن، عده از آنها حضور داشتن، یا اسیر شدن یا کشته شدن. ابو سفیان که غائب بود شکست سنگینی خوردن و ضربه بزرگی با آنها وارد شد. که شما وقتی که به تاریخ رجوع می کنید اسامی تعداد کسانی که از بنی امیه به هلاکت رسیدن و اسیر شدن اونجا بیان شده. شما در جنگ بدر میبینید 70 تن از قریش به هلاکت میرسن، که در میان این 70 تن مشرک قریش تعدادی از بنی امیه حضور دارد که از نزدیکان معاویه هستند. از جمله آنها عتبه جد مادری معاویه، یعنی پدر هند است، و ولید ابن عتبه مامای معاویه، و حنظله برادر معاویه. اینا در همون جنگ کشته شدن. وقتی که به نهج البلاغه هم رجوع میکنیم میبینیم آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نامه 28 و نامه 64
به این مطلب اشاره می کند که تعدادی از شما قبلا توسط ما کشته شدند. شما ببینید در نامه 64 آقا امیرالمؤمنین در پاسخ نامه معاویه می فرماید و این دی السیف الذی اعزذته بجدک و خالک و اخیک فی مقام واحد. معاویه نزد من، یعنی نزد من علی، همان شمشیری است که بر پیکر جد، یعنی پدر بزرگت، و دایی یعنی مامایت و برادرت کوبیدم. اینا همه کینه می شود. درسته که قبل از اسلام بوده، اما اینا که اسلام درست حسابی رو قبول نکردن، در ظاهر مسلمان شدن. در جنگ بدر یک عده از اینا به هلاکت میرسد، بعضی از آنها اسیر میشه، بعضشون فرار میکنه. شما مثلا میبینید برادر معاویه عمر اسیر میشود، خود معاویه در جنگ بدر حضور دارد، اما وقتی که جنگ غالب میشود و به نفع مسلمین میشود، معاویه پا به فرار میگذارد. و ما در تاریخ داریم او آنچنان فرار میکند، وقتی که به مکه میرسد پاهای معاویه ورم کرده بوده و ماها تحت تداوی بوده تا این ورم پاهایش به اصطلاح خوب بشود. خب شما ببینید جنگ بدر یک شکست بزرگ برای بنی امیه بود. بعد از جنگ بدر جنگ‌های دیگر هم صورت گرفت، جنگ احد صورت گرفت. متاسفانه در جنگ احد بزرگانی از مسلمین به شهادت رسیدند، مانند حضرت حمزه سیدالشهدا علیه الصلاه و السلام در جنگ احد به شهادت رسید. او هم توسط کی؟ توسط غلام هند که به او وعده خوابیدن داده بود که تو بعد حمزه را از بین ببری. با نیزه زد، حمزه سیدالشهدا به شهادت رسید، آمد بدن حمزه را پاره کرد، جگر حمزه را در آورد، میخواست جگر حضرت حمزه را به اصطلاح بخورد که نتوانست. آنقدر اینا کینه داشت زنهایشان. با اینکه در جنگ احد حضرت حمزه را به شهادت رساندن، عده‌ای از بزرگان مسلمین را به شهادت رساندن، باز هم کینه آنها فرو ننشست. هنوز هم کینه جنگ بدر در دلهایشان وجود داشت. به همین علت جنگ ادامه پیدا کرد تا رسید، عرض کردم دیشب، تا رسید به مسئله مکه. مکه را سپاه اسلام محاصره کرد، نتوانستن مشرکین قریش و بنی امیه مقاومت کنن، مجبور شدن تسلیم بشن و اسلام را قبول کنن. باز تأکید میکنم در ظاهر، نه در واقع، که دیشب یک اشاره به یک مدرک کردم، امشب به یک مدرک دیگر در نهج البلاغه اشاره میکنم که در اونجا هم باز امام علی علیه السلام به معاویه میگوید که اسلام شما اسلام واقعی نیست. شما ببینید آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نامه 17 خطاب به معاویه مینویسد و کنتم ممن دخل فی الدین، شما از کسانی بودید که داخل دین اسلام شدید، اما رغبتن و اما رهبه. اما این داخل شدن شما در اسلام یا رغبتن بوده به خاطر دنیا، به خاطر که در جنگ های مسلمین شرکت کنید، غنیمت ببرید، یک جوری جیبتان رو پر کنید، و اما رهبه یا از ترس بوده، دیدید که اسلام غلبه کرد، دیگر ما نمیتوانیم کاری کنیم، پس بیا مسلمان بشیم. اینا همه اشاره به چیست؟ در جای نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین به این اسلام ظاهری بنی امیه اشاره کرده است. حالا شما وقتی که به این جنگ ها نگاه میکنید که شکست خوردن در مقابل سپاه اسلام، شما ببینید کدام شخصیت در این جنگ ها نقش پررنگ دارد در شکست مشرکین، کدام شمشیر بیشتر به فرق مشرکین خورده، کدام شمشیر بیشتر به خون مشرکین آلوده شده؟ شمشیر ذوالفقار، شمشیر آقا امیرالمؤمنین. شما در جنگ های اسلام با مشرکین برید مطالعه کنید، بیشترین سرهایی را که از بدن جدا کرد آقا امیرالمؤمنین بوده. به همین لحاظ میبینیم بنی امیه در بین بنی هاشم
بیشترین کینه را نسبت به آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه دارن. تا جایی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به آقا امیر المؤمنین نگران است، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مواقع متعدد اشاره کرد به مقام و منزلت علی، به همه فهمان که علی چگونه شخصیتی است، علی به من چقدر نزدیک است، دشمنی با علی دشمنی با من پیامبر است، دوستی با علی دوستی با من پیامبر است. از روزی که اسلام ظهور کرد در ایام غدیر، اینجا من برداشتیم عرض کردم مسئله مولا امیرالمؤمنین فقط در غدیر گوشزد نشد، همون روز اول پیغمبر امام علی را معرفی کرد. خداوند به پیغمبر دستور داد، آیه انذار در قرآن موجوده، برو عشیرت را انذار کن. خدا امر میکند اول اسلام را برای قوم خیشت معرفی و قوم خیشت و دعوت به اسلام کن. آقا رسول الله قوم خیش را جمع میکند، جلسه اول عموی پیغمبر که مشرک است کاری میکند، جلسه به هم میخورد. جلسه دوم دوباره همه جمع میشوند، پیغمبر اعلان میکند، آنها را به اسلام دعوت میکند. گفت هر کی همین الان با من بیعت کنه، دعوت من را قبول کنه، او برادر من است، او وزیر من است، او خلیفه من است. کی دست بلند کرد؟ آقا امیرالمؤمنین. در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده، سنش کم است، باز اعلان میکند. بار دوم آقا امیرالمؤمنین، رسول خدا میفرماید علی جان تو بنشین. بار سوم باز آقا امیرالمؤمنین، جلسه تمام میشود، جلسه سوم دوباره اعلان میکند پیغمبر دعوت به اسلام میکند. هر سه بار آقا امیرالمؤمنین دست مبارک بالا میکند و بالاخره پیغمبر میفرماید این علی وزیر من است، خلیفه من است. یک عده وقتی که از مجلس خارج میشدن به ابو طالب نگاه کردن، پسخند میزن، ریشخند میکردن که تو از این بعد باید تابع فرزندت علی باشی. از قضیه یوم الدار یا یوم الانذار بگذاریم، قضایای بعدی، حدیث منزلت، شما به تاریخ رجوع کنید، مسئله اخوت که هر بار پیغمبر بین مهاجرین و انصار عقد اخوت بست، آقا امیرالمؤمنین رو برای خودش نگه داشت، گفت تو برادر منی، عقد اخوت باید بین تو و من خوانده بشود. حالا رسیدیم به غدیر که مهمترین واقعه در اسلام است. باز آقا رسول الله امام علی را جایگاهش را معرفی میکند. حدیث ثقلین که متواتر است، شیعه و سنی قبول دارن، در روز غدیر خم از زبان گوهربار پیغمبر صادر شد که وقتی گفت من بین شما دو چیز گرانبها را رها میکنم، یکی کتاب خدا دیگری اطرتم اهل بیتم را، بعد پیغمبر سه بار تکرار کرد مواظب باشید که با اهل بیتم چگونه برخورد میکنید. در حالی که پیغمبر اینقدر تاکید کرده، بازم به جان علی نگران است. خب مشرکین در ظاهر مسلمان شدن، کینه امیر المؤمنین بدل دارن، اما در حالت وجود پیغمبر نمیتوانن انتقام بگیرند. دیگه اسلام حاکم شده، پیغمبر در قید حیاته، مسلمین ظاهری کینه ها را مخفی کردن، منتظر ماندن تا پیغمبر از دنیا برود تا بعد بیاین کینه های خود را به علی نشان بدهند. حالا شما ببینید، ما در خود منابع اهل سنت نگرانی پیغمبر را مشاهده میکنیم. جناب طبرانی که از مفسرین اهل سنت است، از بزرگان اهل سنت است، کتابی دارد به نام معجم الکبیر، اونجا نقل میکند که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آقا امیرالمؤمنین نظر کرد و اشک از چشمان مبارک جاری شد. وقتی که از پیامبر پرسیدند
چرا گریه میکنید؟ آن حضرت خطاب به امیر المؤمنین صلوات الله علیهما فرمود ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی. ببینید جمله را، ببینید مظلومیت آقا امیر المؤمنین را. گریه من برای کینه هایی است که در درون گروهی نسبت به تو وجود دارد علی جان، که آن را پس از من آشکار خواهم ساخت. حالا پیغمبر نگران حال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نگران حال حسنین صلوات الله علیه مجمعین. خب اینا وقتی کینه به دل دارن از بنی هاشم از هیچ کاری دست بردار نیستن. ما یک مسئله که در فاطمیه بحث کردیم، یکی از عللی که گفتیم آقا امیر المؤمنین دست به شمشیر نبرد در آن لحظه حساس، به خاطر حفظ جان دو فرزندش بود. مبادا در این اثنا اینا سوء استفاده کنن و حسن و حسین را به شهادت برسانن. نباید سلسله امامت منقطع گردد. حالا آقا امیر المؤمنین نگران حال فرزندانش هست، چنان که میبینیم در مطلبی که ابن ابی الحدید معتزلی در شهر نهج البلاغه آورده است، از خود آقا امیر المؤمنین این مسئله به وضوح معلوم میگردد. شما ببینید آقا امیر المؤمنین به خداوند متعال عرضه میدارد اللهم انی استعدیک علی قریش، خداوند من از تو برای پیروزی بر قریش کمک می جویم. فانهم اذمروا لرسولک صلی الله علیه و آله ضروبا من الشر والغدر، چرا که آنان نی قریش کسانی بودند که انواع توطئه ها و نیرنگ ها را درباره پیامبرت در نظر داشتند. فعجزوا عنها، ولی از اجرای آن توطئه ها ناتوان ماندند. و حلت بینهم و بینها، و تو مانع اجرای مقاصد آنها شدی. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، سپس همه هیاهوها متوجه من شد و توطئه ها بر ضد من بسیج گردیدند. اللهم احفظ حسنا و حسینا. اصل عبارت خداوندا حسن و حسین را حفظ فرما. ولا تمکن فجرت قریش منهما ما دمت حیا، و تا زمانی که من علی زنده ام امکان دستیابی و توطئه فاجران قریش نسبت به آنان یعنی فرزندانم فراهم مساز. فاذا توفیتنی فانت الرقیب علیهم، هنگامی که مرا از میان آنان برگرفتی، من علی از دنیا رفتم، تو خود مراقب آنانی و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر چیز گواهی. چه وضعیتی است؟ چرا آقا امیرالمؤمنین این گونه در خدا را مخاطب قرار می؟ چرا این دعا را آقا امیرالمؤمنین میکند؟ چون به حال حسن و حسین نگران است. از بس که بنی امیه کی ندارد دیگه، آقا رسول الله در بین نیست. حالا هرچی مصیبت از بر سر آقا امیر المؤمنین می آید، چون توی علی بودی که پدران ما و اقوام و خیشان ما را با شمشیرت از بین بردی. او جمله معروف روایت کلام رسول، اسلام به دو چیز پیشرفت کرد، یک ذوالفقار علی، دوم سرمایه خدیجه. شما برید تاریخ رو ببینید، این کینه ها مانده. اگر واقعا مسلمان بودن انسان دنبال این حرفا نمیگرده. خب آبا و اجداد همه کافر و مشرک بودن، حالا امیرالمومنین زد که زد کافر را زد، اما از این کینه ها معلومه که اسلامشان ظاهری است و میخوان به هر طریقی که شده انتقام بگیرن، از امیرالمومنین انتقام بگیرن با کشتنش، از حسن و حسین انتقام بگیرن با کشتنش. آنقدر کینه دارن که شما وقتی که به رفتار معاویه در تاریخ نگاه میکنید، همه رفتار و اعمال و گفتار معاویه
بیان کننده دشمنی آشکار او با اسلام است. تعجب میکنم چگونه ادعی میخوان از این دفاع کنن. صرف این که صحابه پیغمبر از دفاع دارد. به همین لحاظ است که ما شیعیان همه اصحاب را در یک سطح نمیدانیم. این عقیده ماست. تعجب میکنم که بعضیا در طول تاریخ از دانشمندان غیره آمدن ادعا کردن که صحابه همه معصوم بودن. چگونه معصوم بودن که شمشیر در مقابل کسی کشیدن که نفس پیامبر بود؟ چگونه معصوم بودن که با اساسات و اصول اسلام مخالف بودن؟ چگونه معصوم بودن که با نام بردن پیغمبر بر معزنه ها توسط معزنین مخالف بودن؟ چگونه نمی توانن معصوم باشن؟ چگونه معصوم بودن که خود خدای متعال در قرآن بعضی از آنها را فاسق معرفی می کند؟ آیه نبأ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اون فاسق کیست؟ یک تن از این صحابه است. این عقیده ماست. بعد حالا آمدن میگن آقا شیعه معتقد است به این مطلب و دشمنی با صحابه. ما دشمنی با همه صحابه نداریم. ما فقط همه صحابه را عادل نمیدانیم، همه صحابه را معصوم نمیدانیم و این عقیده را از قرآن و منابع غیر شیعه میتوانیم ثابت کنیم. از خود صحیح بخاری ثابت میکنیم، از خود صحا کتب معتبر ثابت میکنیم. به جای اینکه داد بزنید، فریاد بزنید الکی و بدون هیچ مدرکی حل من مبارز به طلبید، یک بار به رجوع کنید. این داستان یک بار گفتم، حالا به مناسبتی بگم. شما ببینید تیجانی که یکی از علمای تونس است، خدا حفظش کند، الان از علمای شیعه است، مشرف شد به مذهب تشیع چند سال قبل. این آقا سرسخت دشمن تشیع بود در اول، وهابی مسلک سرسخت، تحقیقات میکرد بر علیه تشیع. نجف اشرف مهمان آیت الله اسماعیل صدر از علمای بزرگ تشیع، گفت من مجبور شدم برم در نماز جماعت آقا شرکت کنم، هنوز شیعه نشده. رفت در جماعت شرکت کرد، آیت الله صدر نماز ظهر را ادا کرد. خب ما شیعه هستیم. یکی دو دقیقه بعد نماز عصر را هم ادا کرد. گفت من مجبور شدم در اون جمعیت منم با اونا نماز را یک جا بخوانم. گفت آمدیم نهار غذا بخوریم. گفت ای با خودم کلنجار داشتم، با خودم بس داشتم، ذهنم کلن آقا مشوش شده بود. گفت بالاخره گفتم جناب آقای صدر، به چه حقی نمازها را پشت سر هم خواندید، جمع خواندید، چرا فاصله نیند و چرا صبر نکردید؟ گفت صبر کن فلانی. یکی از طلابی که در اون مجلس حضور داشت از خاطرات خودش هست، از خودش نقل میکنم، از جناب آقای تیجانی تونسی، گفت برو کتاب خانه من صحیح مسلم را بیاور. صحیح مسلم بعد از صحیح بخاری از معتبرترین کتب اهل سنت، از اول الی آخر صحیح، نیاز به سندیابی ندارد. گفت این شاگرد آقا رفت صحیح مسلم را آورد، صحیح مسلم را باز کرد، جلد چند، باب چند، صفحه چند، گفت روایت را ببین. ابن عباس نقل می کند پیغمبر نماز شام و خفتن، مغرب و عشا را با هم خواند، نماز ظهر و عصر را با هم خواند، در حالی که هیچ مشکلی نبود، نه طوفانی بود، نه جنگی بود، نه بارانی بود، هیچ مشکلی نبود. پیغمبر نمازها را مثل نماز ما شیعیان خوان. راوی سوال میکند ابن عباس چرا پیغمبر نمازها را جمع خواند؟ ببین جواب ابن عباس را، صحیح مسلم موجود همین امروز، برید ببینید. گفت پیغمبر این کار را به این خاطر کرد تا امتش به مشقت نیفتد. مردم کار دارن، نمیشه که هر دقیقه آقا دست به آب بریم نماز بخونیم. همه که مثل هم نیستن، کارها فرق میکنه، مشکلات مردم با هم فرق میکنه. ما جدا خواندن رو منکر نیستیم، اما نه به این حد و فاصله که امروز دیگران انجام میدهن. در صورتی که جماعت نباشد، کسی جماعت شرکت نکرد،
میتواند نمازها را جدا بخواند اما احکام خاص خودش را دارد، یک حد و فاصله محدودی دارد، نه به این طول و فاصله‌ای که امروز رواج پیدا کرده. جناب آقای تیجانی چی میگه؟ آقا خوب دقت کن، میگی مطلب رو به من نشان داد، من به خودم گفتم جلد صحیح مسلمه اما اصل کتاب از ما نیست. همین امروز هم شما ببینید در شبکه‌های وهابی میگه این منابعی که در شبکه‌های تشیع نشان میدن فقط جلدش متعلق به ماست، درونش کتاب خودشانه. گفتم وقتی که برگشتم تونس به منزل خودم باید منبع را ببینم. گفت برگشتم تونس، مدتی گذشت، به یاد مسئله افتادم، رفتم کتابخانه شخصیم صحیح مسلم را درآوردم، همان باب، همان صفحه، همان حدیث را پیدا کردم، دیدم آقای صدر راست میگفته، اما حیران ماندم چرا تا به حال این حدیث را من ندیده بودم. و حتی میگه چرا اساتید ما این حدیث رو به ما نشان ندادن. من به شما توصیه میکنم، به برادران توصیه میکنم، برید خودتان تحقیق کنید. الان صحیح مسلم، صحیح بخاری سر چوک چندول موجوده در بازار کافروشی، کتاب فروشی از خود اهل سنت، یک جلدش هم آمده. با یک کسی که زبان عربی بلده برید کتاب رو نخرید، همون لحظه بگیرید اون بخش رو باز کنید، روایت موجوده، برید خودتان ببینید. همونطور که به اونا توصیه میکنم به شما جوانانم توصیه میکنم. شیعه باید استدلال بلد باشد، شیعه باید بتواند پاسخ بدهد. حالا شما رجوع کنید به همین کتب، ببینید که بنی امیه معاویه با اساسات اسلام مخالف. شما ببینید آقا مورخ معروف جناب آقای مسعودی می نویسد مطرف ابن مغیره، شاید مطرف تلفظ بشه شاید مطرف، حالا بنده یادم رفته که ببینم اسم ایشان چگونه تلفظ می شود. فرزند مغیره ابن شعبه، یار مورد اعتماد معاویه، او نقل می کند که با پدرم مغیره به شام آمدیم و پدرم هر روز نزد معاویه می رفت و با معاویه سخن می گفت و بر می گشت و از عقل و هوش معاویه تعریف می کرد. شبی از نزد معاویه برگشت ولی پدرم بسیار ناراحت است، به گونه ای که از خوردن شام خودداری کرد. من تصور کردم مشکلی درباره خانواده ما پیدا شده، پرسیدم چرا امشب این گونه ای؟ پدر جان چرا امشب ناراحتی؟ گفت من امشب از نزد خبیثترین مردم برمیگردم. تا دیروز که از هوش و عقل معاویه تعریف میکردی مغیره، حالا امشب دوست عزیزت شد خبیثترین مردم، این تعبیر از من. گفتم پدر جان چرا؟ گفت برای این که با معاویه خلوت کرده بودم، به او گفتم مقام تو بالا گرفته، اگر عدالت را پیش سازی و دست به کار خیر بزنی بسیار بجاست، مخصوصا به خیشاوندانت از بنی هاشم. دیگه حالا قدرت پیدا کردی، خلافت را گرفتی، بیا عدالت پیشه کن، بیا با خیشاوندان بنی هاشم درست رفتار کن، وصله رحم به جا آور، آنان امروز خطری برای تو معاویه ندارن. میگه همین که این جمله رو گفتم، ناگهان حالت معاویه منقلب شد و عصبانی شد و گفت ابوبکر به خلافت رسید و آنچه باید انجام بدهد انجام داد، اما هنگامی که از دنیا رفت نام ابوبکرم از میان رفت، همه فراموش کردن، فقط گاهی میگوین ابوبکر. سپس عمر به خلافت رسید و 10 سال زحمت کشید، او نیز هنگامی که از دنیا رفت نامشم از میان رفت، فقط گاهی میگوین عمر. بعد از آنها برادرمان عثمان به خلافت رسید و کارهای زیادی انجام داد، ولی هنگامی که از دنیا رفت نام او هم از میان رفت. ولی اخو هاشم، اشاره به آقا رسول الله داره، این کنایه معاویه از پیامبره، ولی اخو هاشم هر روز 5 مرتبه نام او را فریاد میزنند، یعنی مؤذنین 5 مرتبه هنگام نماز نام پیغمبر را فریاد میزنند و میگویند اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد.
با این حال چه عمل و نامی از ما باقی میماند ای بی مادر؟ ببین چقدر کی نداره. ای اسلام واقعی است که تو ناراحتی؟ چرا فقط نام پیغمبر باقی مانده؟ اینو برای شما بگم حالا یه پرانتز، شما وقتی که به دنیا نگاه کنید در کره زمین در 24 ساعت میگن هر لحظه نام پیغمبر برده میشه، اصلا ساعتی پیدا نمیتوانید کنید که نام پیغمبر تکرار نشه، چون زمین در حال چرخش است. ظهر میشه، شب میشه، صبح میشه، عصر میشه، در دور دنیا هی نام پیغمبر در اذان تکرار میشود و یک لحظه هم این نام مبارک قطع نمیگردد. ببینید برکت پیامبر را. حالا ماویه ناراحت، اما الان 5 مرتبه در روز مردم شهادت میدن بر نبوت پیامبر، در اذان نام پیامبر را میبرن. حالا ببین چه میگوید: والله الا دفنن دفنن، به خدا سوگن، چاره ای نیز جز این که این نام را برای همیشه دفن کنم. نعوذم بالله، این نام را برای همیشه دفن کنم. آیا کسی که مسلمان است با نام پیغمبر این گونه، نسبت به نام پیغمبر این گونه اظهار نظر می کند؟ اینو مسعودی مورخ معروف نقل می کند. ببین کینه را، ببین دشمنی را، که اینا همه کم کم باعث می شود که حادثه عاشورا در سال 61 هجری رخ بدهد تا برسیم به ما بقیه مطالب. صلوات نت فرمان.